به نام خدا با سلام. دستگاه درماپ جدیدترین تکنولوژی مدلیات در زمینه سیستم های رادیوکرپتوس و سیستمی هستش که با نرم افزار هوشمند با تکنولوژی اسمارت او اس مدلیات ساخته شده و برای درمان های متفاوت راهکارها و پروتکل های درمانی خاص رو شامل کرده. درماپ تنها سیستمی هست که دارای 6 فرکانس رادیویی در آن واحد است. از فرکانس 300 کیلوهرتز یا 3.1 مگاهرتز تا 1333 کیلوهرتز یا 1.3 مگاهرتز رو پوشش میده و برای هر نوع کاربرد متفاوت فرکانس اختصاصی رو پیشنهاد میکنه و به صورت اتوماتون رو تنظیم میکنه. درماپ به صورت پورتابل طراحی شده که یک کیسی و کیفی داره که به راحتی قابلیت جابجایی بهش میده. دارای 3 پروبه متفاوت هست: پروبه تترا، پروبه مونو و پروبه سلکتیو که در دو حالت مونوپولار و در حالت تتراپولار قابلیت عمل کرده دارن. اولین پروبی که در مورد درماپ وجود داره پروبه تترا هست. پروبه تترا در واقع استفاده میکنه از 4 پولاریته و 4 آنتن متفاوت که در آن واحد میتونن انرژی رو در سطح یا از سطح تا عمق فوکوس بکنن. وقتی که به صورت سینگل استفاده میشه انرژی رو در سطح فوکوس بکنه و وقتی که به کمک پلیت بدن استفاده میشه انرژی رو از سطح تا عمق به صورت یک نواخت فوکوس بکنه. پروبه بعدی یا اکچویتر بعدی اکچویتر مونو هستش. اکچویتر مونو به صورت در واقع کانوکس شکل طراحی شده و سیستم مونوپولاری هست که برای استفاده عمقی و درمانهای مثل لیپولیز یا دیپ استیمولیشن مورد استفاده قرار میگیره. پروبه بعدی پروبه سلکتیو هست. اکچویتر سلکتیو این قابلیت رو داره که انرژی رادیویی رو به صورت فوکال و به صورت فوکوس در قسمت‌های مختلف در واقع متمرکز بکنه. برای لاین استیمولیشن، برای استریاها، برای درمان‌های تریگر و درمان اسکارهای آکنه این پروب قابلیت فوکوس کردن و متمرکز کردن انرژی رادیویی رو داره. برای راه اندازی دستگاه ابتدا کابل برق رو، کلید روشن خاموش، اتصال پدال، پلید بدن به هر کدوم از این دوتا میتونید وصل کنید. دو تا کانکتور وجود داره برای اینکه اگر بخواید برای درمان قلبتر میتونید همزمان از دو تا پلیت استفاده بکنید. طرز وصل کردن کانکتور به پلیت با آزاد کردن این شستی آزاد میشه و به این صورت فیکس میشه. این رو بدون اینکه نیازی باشه که از ژل استفاده بکنید میتونید در اون قسمتی که میخواید کار بکنید در مقابلش بذارید. مثلا اگر روی شکم کار میکنید روی پشت بذارید، اگر روی صورت کار میکنید روی کتف زیر کتف بذارید. کانکتور بعدی محل اتصال هندپیس ها هست. به وسیله این زائقه قفل میشه. موقع بیرون آوردنش هم این زائقه رو میگیرید و اینو به سمت بیرون میکشید. بعد از اتصال قسمت های مختلف دستگاه رو با این کلید آن آف روشن میکنم. با روشن کردن درماپ منوی اصلی شما وارد میشه. فرکانس رو نشون میده که از 3.1 تا 1.33 مگاهرتز هست. دستگاه شما 80 وات خروجی داره که در صورتی که راندومان دستگاه رو به صورت نرمال حدود 30% در نظر بگیرید برابر با 250 وات توان ورودی خواهد شد. در قسمت پنل دستگاه همونطور که گفتیم
این سیستم مجهز به و یک سیستم عامل هوشمند هست، اسمارت اوس هست. شما یک دکمه منو دارید، دکمه انتر دارید، دکمه اسکیپ دارید، تایم رو و پاور رو میتونید به صورت جداگانه تنظیم بکنید. با فشار دادن دکمه منو شما وارد قسمت اول میشید. سیستم عامل با شما در ارتباط هست به این صورت که ازتون میخواد که یکی از اکشن هایی که میتونید، یکی از عملکردهایی که مد نظرتون هست رو استفاده بفرمایید. اکشن لیفتینگ، اکشن ریپولیس یا اکشن اپلیت. با دکمه منو شما میتونید در واقع ارور رو بین اینها کاملا بچرخونید و انتخاب کنید. به عنوان مثال اولین گزینه رو عرض میکنم که گزینه لیفتینگ هست. اگر بخوایم وارد منوی لیفتینگ بشیم از دکمه انتر استفاده میکنیم. در منوی لیفتینگ چهار گزینه پیشنهاد میشه: لیفتینگ فیس، لیفتینگ هند، لیفتینگ نک و لیفتینگ بادی. در لیفتینگ فیس وقتی وارد بشید در ابتدا میبینید که نوشته لیفت و لیفت فیس. و حالا لیفت فیس سه مرحله داره: مرحله لاین استیمولیشن، تحریک خطوط و چروچروک های پوست، مرحله دیپ استیمولیشن، تحریک عمقی و جوانسازی عمقی بافت، و لیفت استیمولیشن و تحریک در واقع کلاژنی و ایجاد کانترکشن و لیفتینگ در بافت. وارد مرحله اول میشیم، از دکمه انتر استفاده میکنیم. در ردیف بالا میبینید که در واقع میگه ما در قسمت لیفتینگ هستیم، لیفتینگ فیس و لاین استیمولیشن. حالا شما باید هند پیس سلکتیو رو وصل بکنید به دستگاه و بعد پدال رو بگیرید. قدرتی که به شما پیشنهاد میشه 20 وات هست و مدت زمان درمان 10 دقیقه است. حالا ما هند پیس سلکتیو رو وصل کردیم. میبینید که در مورد هند پیس سلکتیو ما یک گوی در انتها داریم که این قابلیت فوکوس کردن انرژی رو در عمق چین و چروک ها داره. حالا این چین میتونه خط نازولابیال باشه، میتونه خط های عمودی و بالای لب باشه، میتونه خطوط پنج کلاوی اخ یا پیشانی باشه، همینطور خطوط گردن و تمکن پوست. برای دست گرفتن این پروب خیلی راحت میتونید از مانورهای متفاوت هر جوری که راحت تر هستین استفاده کنید. پروب رو عمود به بافت نگه میدارید. با فشار دادن پدال یه ایندیکیتور نشون دهنده این هست که شما دارید کارتون رو انجام میدید و خروجی عارف دارید. در هنگام استفاده از این هند پیس و اکچویتور حتما باید که پلیت بدن به بیمار اتصال داشته باشه. در غیر این صورت این به تنهایی هیچ گرمایی رو ایجاد نمیکنه. هر یک دقیقه که از زمان درمان میگذره دستگاه با یک آلارم به صورت یک بیپ به شما نشون میده که یک دقیقه از درمان گذشته. و این به خصوص برای وقتی خوبه که شما دارید به صورت قرینه کار میکنید. مثلا اگر که یک سمت صورت رو کار کردید و این یک دقیقه زمان برد، میدونید که باید دوباره سمت دیگه صورت رو هم به مدت مساوی کار بکنید و یک دقیقه هم روی این سمت کار بکنید. برای کم و زیاد کردن انرژی و کم و زیاد کردن زمان درمان شما همزمان میتونید فقط با رها کردن پدال و بالا و پایین بردن پاور یا بالا و پایین بردن تایم در واقع درمانتون رو استفاده کنید. همونطور که میبینید الان یک دقیقه گذشته و من روی در واقع 9 هستم. و اگه بخوام زمان رو زیاد بکنم به همین راحتی میتونم زمان رو زیاد کنم. و اگه بخوام توان رو افزایش بدم میتونم توان رو افزایش بدم. اگر این مرحله کار من تمام شد دکمه اسکیپ رو میزنم و برمیگردم به یک مرحله بعد. مرحله بعد من مرحله دیپ هست که با دکمه منو میام روی این قسمت و بعد انتر میکنم. حالا دارم لیفت فیس، مرحله دیپ استیمولیشن، هندپیس منو رو بس میکنید و پدال رو میگیرید. توان پیشنهادی 45 وات و مدت زمان درمان 10 دقیقه است. خب این در واقع پروب مونو هست، به صورت کانوکس طراحی شده که بسیار خوب روی پوست میشینه و میتونه همزمان در قسمت وسط در واقع پوست رو تحت فشار قرار بده و عمق نفوذ رو از این طریق هم باز بیشتر بکنه و ارگونومی کاملا در واقع هماهنگی با پوست داره. قسمت دیپ استیمولیشن برای تحریف عمقی بافت ها و رسوندن انرژی به عمق بافت و حتی تا عضلات استفاده میشه. مرحله بعد
مرحله لیفت استیمولیشن هست که باز وارد میشه. بازم قسمت لیفت، لیفت صورت، لیفت استیمولیشن. هندپیس تترا رو وصل بکنید و پدال رو بگیرید. انرژی رو روی 30 وات تنظیم کرده و زمان رو روی 10 دقیقه. هندپیس تترا یک هندپیس کاملا ابداعی و اینوویتیو هست. ما در این قسمت 4 آنتن متفاوت داریم که در آن واحد در واقع قطب‌های رادیو فرکانس بین اینها عوض میشه و ما یک فلوی کاملا یک نواخت از جریان رادیویی رو داریم که از سطح تا عمق پوست متمرکز خواهند شد. اگر این پروب رو به صورت تنها و بدون استفاده از پلیت بدن استفاده بکنید، انرژی بسیار در سطح فوکوس میشه و اگر این پلیت رو همراه با در واقع پلیت بدن استفاده بکنید، اون موقع انرژی شما از سطح تا عمق به صورت یک نواخت خواهد بود. به دلیل اثر رزونانسی که در این پروب تترا با 4 آنتن به وجود میاد، استفاده از انرژی های پایین میتونه توان های بسیار بالایی رو ایجاد کنه، چنانچه توان 20 واتی که در این پروب استفاده میشه معادل 40 تا 60 وات در پروب های دیگه مثل پروب مونوپولار خواهد.